جنگ گورکا بر سر توافقنامه زهرآلود ژنو، پاسخ باند خامنه‌ای به آخوند روحانی. آنچه از پنج به علاوه یک دادیم و گرفتیم هیچ نسبتی با ابتدایی ترین اصول دیپلماسی ندارد. واقعا جا دارد اینک اعلام عزا کنیم. شما یک شبه بخشی از هسته‌ای را به باد فنا دادید. در ادامه جنگ گورکا بر سر زهرخوران اتمی و توافقنامه ژنو، باندهای ارتجایی و ضد ایرانی حاکمیت آخوندی با دجالبازی و مسخ کلمات و مفاهیم انقلابی و ملی همچنان یکدیگر را مورد حمله قرار می‌دهند. روزنامه وطن امروز وابسته به باند خامنه‌ای در پاسخ به اظهارات آخوند روحانی و باند رفسنجانی می‌نویسد: در باره توافق ژنو نقد ارائه می‌دهیم، همراه صهیونیست‌ها خوانده می‌شویم، می‌گوییم توافق نامتوازن بسته شده، به سن و سالمان گیر می‌دهند، می‌گوییم با دیپلماسی صدقه‌ای به جای ساختمان تحریم غرور ملی خدشه‌دار می شود، کاسب تحریم می خوانندمان. می گوییم آنچه از پنج به علاوه یک دادیم و گرفتیم هیچ نسبتی با ابتدایی ترین اصول دیپلماسی ندارد، از همه انقلابی تر شده و یک شبه انقلابی خطابمان می کنند. یک شبه انقلابی شدن شرف دارد که یک شبه بخشی از هسته ای را به فنا دادن. یک شبه انقلابی شدن بهتر از آن است که توافقی با دشمن بسته شود که به ادعای سران کاخ سفید نقض آن مترادف با حمله نظامی به کشور باشد. به خاطر هولوکاست هسته‌ای نبود که رخت سیاه بر تن روزنامه کردیم، اما واقعا جا دارد اینک اعلام عزا کنیم. آری دیپلمات، اما وقتی یک شبه توافق بد می‌بندد همان به که در روز روشن هسته‌ای از این توافق برگردد. انشاءالله برمیگردد. یادآوری میکنیم که آخوند حسن روحانی خطاب به برخی عوامل باند خامنه‌ای که به زهرخوران اتمی اعتراض میکنند گفت: برخی انقلابی تر از همه شدند. آنها نه در جنگ و نه در انقلاب بودند و اکنون یک شبه انقلابی شدند. آخوند روحانی که با جمعی از اعضای مجلس ارتجاع دیدار میکرد، راه برون رفت رژیم از بحرانهای مرگبار را آویختن به دامن غرب دانسته و گفته بود: توسعه کشور به تعامل مناسبتر با جهان گره خورده است. دولت توانست با شش قدرت بزرگ جهان سر یک میز بنشیند و با آنها گفتگو کند و به تفاهم برسد.